13 مهر ماه 1397 خورشیدی و 5 اکتبر 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به دست فروشان در ایران و بعد به انتشار عمومی صحبت‌های یکی از مقامات جمهوری اسلامی که میگه سینما رکس رو خودمون آتیش زدیم قبل از انقلاب. بعدم پرده آخر خواهیم داشت. درباره تقدیمی اول یه ویدیو ببینید. اینجا مسیر سنندج دیوان دررس و راننده یه ماشین سنگین محترمی که سخت کوشانه داره کار میکنه. از کجا میای؟ از کذابه. ما از پشت نگاه میکردیم، داشتیم میرفتیم سقز، وضعیت لاستیکات خیلی ناجوره. میدونم، منم خودم میبینم. خب چرا نمیخری، نمیگیری؟ بون ندارم، تجوری بخره باقی. جفتی چنده؟ دفته 17 میلیون، یکی میگه 15 میلیون. چقدر درآمد داری؟ دوونیم کرایه گرفتم، 15 روز ملاب. چند تا بچه داری؟ 5 تا. اینم وضعیت لاستیکاش. واقعا میشه با این رانندگی کرد؟ اینم این یکی لاستیکش. طرف تقریبا رانندش هم همین وضعیت رو داره. اگه نگاه بکنید، نگاه کنید، این لاستیکشه دیگه. ببینید داره با جون خودش بازی میده. ببین اون یکی هم 4 تا لاستیکه. خب چیکار باید کرد به نظر شما؟ خب میگن دیگه بذارم کنار دیگه. قیمت لاستیک تو همین چند ماه گذشته از نزدیک 2 میلیون 1.5 میلیون حتی کمتر شده 16 میلیون اگه بدن. از 31 شهریور 2 هفته از راننده های کامیون اعتصاب کردن. استان های خراسان رضوی شمالی، هرمزگان، فارس، لرستان، کرمان، اصفهان، قزوین، قم، تهران و غیره. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه مشترک حمایت خود را از اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون اعلام کردند. یه تیکه از بیانیه‌شون رو می‌خونم براتون. نوشتن برغم اینکه دولت در اعتصاب‌های پیشین که از یک سال گذشته آغاز شده است وعده داده بود که خواسته های کامیونداران را محقق می کند، اما در عمل فقط کرایه بار به میزان ناچیز افزایش یافت که با توجه به سقوط شدید ارزش پول ملی و گران شدن شدید مایحتاج زندگی، همچنین گران شدن چند برابری لاستیک و لوازم یدکی، معیشت آنان بهبود نیافته و خواسته های آنان تأمین نشده است. این تشکل‌های صنفی کارگران و فعالان صنفی معلمان و بازنشستگان تو همین بیانیه مشترک یه تیکش رو براتون خوندم، خواستن که برخورد پلیسی امنیتی با اعتراضات صنفی راننده‌های کامیون متوقف بشه و بازداشتی‌ها مخصوصاً که حدود 180 نفر هستن آزاد بشن. اتحادیه‌های کارگری و رانندگان حمل و نقل در آمریکا و کانادا و ITF فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هم به دولت جمهوری اسلامی اعتراض کردند و برخورد قضایی و پلیسی با اعتصاب راننده های کامیون در ایران رو محکوم کردند، خواستن راننده های زندانی فوری آزاد بشن. فدراسیون جهانی حمل و نقل 140 کشور عضو بشن و نزدیک 20 میلیون کارگر صنعت حمل و نقل رو در واقع نمایندگی میکنه. اینا نامه نوشتن به جمهوری اسلامی که این بساط خلاصه باید جمع بشه. گزارش هایی که از اعتصاب راننده های کامیون میرسه انصافا دارین میبینین، نشون میده که جمهوری اسلامی هرچه سرکوب رو ادامه بده، هرچه بیتوجهی رو ادامه بده به خواسته های مردم، حمایت های داخلی و بین المللی از راننده ها بیشتر میشه و طبیعتا اعتصاب و اعتراض راننده ها هم که تو 4 ماه گذشته این 3 بار اعتصاب میکنن جوندارتر میشه، طبیعیه. این بار اعتصاب از 31 شهریور شروع شد. 10/7/97 پایانه تهران، اکبرآباد. فقط خاور و اتاقدار میبینید پایانه. Thank you.
تعداد کمی اونم خاور و اتاقدار فقط. هم برای اونایی که میخوان روحیه بقیه رو خراب کنن، بگن تریلیا دارن کار میکنن. این خاور، همه این خاورایی که توی این تصویر میبینی به اندازه یه تریلی نمیتونه بار بزنه. 11/7/97 پایانه شاپور امیر کبیر اصفهان، اعلان بار تعطیل، اعتصاب ادامه داره. دوستان این گاراژ سوگند همدانه، 10/9/10/7/97 اکثرا خاموشن و رفتن خانه هاشون. گاراژ سوگند همدان 3-4 دهنه گاراژ الان او یکی دهنه ها را میگیرم. امروز 10/7/97 یه عده بابار خوابیدن و یه عده خالی و یه عده هم کردن اسب خالی. بفرما، این هم اعتصاب بچه‌های همدانه. گاراژ سوگند همه جور ماشینی اینجا میاد، تانک، کپی، کمپرسی. نفتکش اعتصاب کامیوندارای دستور همه خواب. پایانه مبارکه 10/7/97 در اعتصاب کامل. این هم پارکینگ شماره ده پایانه مبارکه. بیام به اعتصاب پیوست. تا این لحظه اعتصاب ادامه داره. دو نمونه ببینین. 11/7/97 درب گندمی بندرعباس، خلوت خلوت، ماشین نیست، بچه راننده همه اعتصابند. کنارگذر عراق به جزی تانکر افغانی هیچ خبری نیست. امروز 12 دیرم ساعت اعتصاب پابرجه برادران. اعتصاب راننده هایی که 8شون گرون 9شونه، هیچ چی ندارن، نه پس اندازی، نه بیمه بازنشستگی درست حسابی، همیشه بدهکارن. اعتصاب اینجور آدم ها یعنی دیگه به طور مطلق امکان کار کردن ندارن، وگرنه کیه که داره خرج خونش رو درست در میاره یه دفعه بگه نمیرم سر کار. راننده های کامیون با این بعض ماشینا و لاستیک و کرایه بار دیگه نمیتونن ادامه بدن با این قیمت ها. خواسته هاشون رو مشخص از زبان یک راننده قدیمی بشنوید. اول خواسته شون
وضعیت کرایه هاست. این کرایه نیست، اولا که کل بار بنادر رو یعنی اسکله ها رو یا ماشینای دولتی میبرن، اما سپاه و ارتش و وزارت بازرگانی و راه آهن و قطار و تا این ارگان ها هستن که به ما شخصی ها بار نمیدن هستن. حالا آنچه که تهموندش در طول یک ماه یک سرویس من میتونم نهایت الا خیلی زرنگ باشم، خیلی دست بادار بتونم دو سرویس بدم. حالا این دو سرویس میشه اصطلاح که من در اونجا که بخورم بخوابم، 20 روز اونجا باید بخوابم برای یه سرویس بار، روزی چقدر هزینه من اونجا در تن. اگر من بخوام باشم بیام خونه و برگرم که سرف نمی کنم بندر بیام تهران و قوم. اولی خواستشون درصد کرایه هاست، دومیش شرایط بیمه مونه، حق بیمه مون کم شه، سومیش سنوات خدمتی به ما بدن، چهارمیش این که این خدمت ما رو بکنن 20 سال ما رو جز سخت زیان‌آور کارمون حساب بکنن. ما دومین شغل سخت جهان بعد از معدنداری هستیم. اگه من راننده آقای پلات دولت باشم که پیش حقوقی داشته باشم، اتوماتیک بار کار من سخت زیان‌آوره. حالا راننده دولت کارش چیه؟ مثلا من راننده ترلی اداره برقم، در طول ماه سال هفته یه بار رو میگن آقا 4 تا تیر برق ورد و بذار روی ترلی ببر یه جوابش اینا رو خالی کنه باشه بیاد. این شده کل کار من. منم میرم دو روز اسیرش میکنم تو بیابون که هم حق بیابونی بهم بدن، هم حق ماموریت بگیرم، هم ساعت اضافه کار بگیرم، مثلا 120 ساعت اضافه کارم بگیرم در ماه. بعدم به من میگن چون اون پیش خیلی علنی میگن چون اون پیش حقوقی داره کار سخت جنابره. من نامه ای نوشتم به رئیس تامین اجتماعی قم، گفتم آقای محترم پیش حقوقی مبنای سختی کاره، اگر راننده شما یه سرویس من اومد بندر دیگه برگشت جایزه داره. مبنای سختی کار من اینه. راننده های دولت بهترین رانندگی دارن میکنن، ماهی دو روز کار میکنن، 28 روز میخوابن. این همه رپایات دفترچه کار و بار سنوات خدمتی بعد از خدمت 20 میلیون بهشون میدن. من بدبخت هیچی ندارم، تعطیلات ندارم، اگه یه روز من شب صاحب باشی شوپر میگیره، کسی پشتیبانی از من نمی کنه. وزارت کار که معروف شده به وزارت بیکاری باید توضیح بده که اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی چرا اجرا نمیشه، چرا تبعیض هست در همین زمینه، چرا راننده تانکر دولتی مزایا داره راننده غیر دولتی نداره، چرا راننده دولتی حقوق ثابته چند برابر درآمد راننده غیر دولتی الان دیگه داره، اونم با سیستم استخدامی فاسد و فامیل بازیایی که تو ادارات دولتی رایجه. آخه این چه ظلمیه به راننده های کامیون میشه؟ بعد میگین اگه حرفم بزنن میگیریم میبندیم میکشیم. تقدیمی این هفته به کامیونداران و راننده های اعتصابی سراسر کشور. سلام دوستان و همکاران گرامی، خدا قوت، خسته نباشید. امروزم با اجازتون دهم ده هفته 1397 پارکینگ بزرگ شیراز، ببینید چجوری ماشیناتو هم ماشینویی که چند روز پیش اینجا پارک بودن هیچ کدومشون تکون نخوردن، حتی نیومدن یکم جا به جاش کنن برای لاستیکاشون. درود به شرفتون، درود به شرف اونه ای که تو پارکینگ هم دادن کنار که به حقشون برسن. امروز الان اومدم با اجازت برای بار سومین بار ماشین رو روشن کردم و هر حال باتریو نخوابه، امیدوارم که جواب بگیریم که میگیریم. آقایون حق گرفتنیه، کسی حق به کسی نمیده. باید حقت بگیری. خدا یارتون باشه، خدا نگهدارتون باشه. پرچم شیراز، شیرازی بالا. آقایون ایر داشته باشیم، خدا یارتون. تو این اوضاع بحرانی که بسیاری از مردم گیرن که فرداشون رو چجوری بگذرونن، کار حکومت مستضعفان شده جمع‌آوری دستفروش‌ها.
آقا بنویس تو تا ساعت 11 بمون. چرا سن داری؟ من آدم نیستم، من نون یخ می‌خورم. حق سیلوا سالگران مردم هستی؟ آقا فرمان را می‌شهر داری من آدم چطوری کار کنی؟ مردم من نوان اون بخورن یا مردم مست خود اونها تزیب کنن نه درمان نگیم. اگه با التماس دست فروش بازم حرف تو گوش مأمور حکومت نره و دست فروش احیانا مقاومت بکنه میکشنش راحت جلو چش مردم وسط خیابون. اول ببینین مامورای حکومت، حالا نشون میدیم این فیلمو، مامورای حکومت جمهوری اسلامی در ام القرای قم چه به روز دست فروشی که با وانت میوه میفروشه میارن که اگه بارشو بگیرن یا وانتشو ببرن یه قرون دیگه نمیتونه واسه تن و بچهش ببره. ببین عباسی نمجونی گرده عباسی سلام بیا بیا تو رو بیا این مردمی که با چشای عادت شده شاهد این جنایتان کف خیابون به هر حال چه نفرتی انباشته میکنن از این حکومت. مگه میشه کسی این صحنه ها رو ببینه بگه خب حکومت حق داره باید جمع کنه بره این؟ یک خبرنگار متعهد یک گزارش تهیه کرده از همین ماجرایی که دیدین از این جنایت. ببینین بعد دو سه تا از مامورای شهرداری میریزن ما دو تاشون بگن ماشین بالاتر این بره ماشینه دو نفر میان یکیشون میره تو ماشین یکی داش من که میاد از این طرف بره جلوشونو بگیره اون یکی میگیرتش. همون لحظه که در حال رفتن تو ماشین بودن اینا سه نفر از اون ور حمله میکنن سمتش. کل منطقه اینجا جمع شده بودن داشتن التماس میکردن که آقا خرج خونواریم با این وانیت اینجا میشن خونش هم اینجاست. مادرم چادرش انداخته تو ماشینشون گفته در خونه منه چشم جمع میکنیم میریم یه لقمه نون حلال داشت جمع میکرد مادر زن و بچه مستجر بود. این درگیری چقدر طول میکشه؟ حدود یک ساعت. یک ساعت وقتی بیکاری توی جامعه زیاد میشه مردم مجبورن برای سیر کردن شکم زن و بچهشون برن سمت شغلای کاذب مثل دست میشه. وقتی شغلای کاذب توی جامعه زیاد شد وقت اتفاقات این که ناگزیره. چقدر خون دست فروشا رو رو زمین ریخته این نظام مقدس. حالا هم یاد گرفتن بدبخت بیچاره ها رو از ماشین میکشن بیرون و اونان قاچاقچی میکشن. آره میگه ده ماشین گرده چه در سیده شرف یا خواه؟ خواه بابا دهر بوده خواهشم دانا پارش دوم بابا دهر ده پاشن دانا لان بابا می دهنه ماشین گرده ماشین لان دین گرده بابا دهر بوده خواهشم دانا پارش دوم 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 بابا دهر بوده بادوم هندی بار زده بود.
اسمش موسی اسدی بود، مال روستای بکتاش شهرستان میاندو آب. این آدمو که خانواده‌اش منتظر بودن تا نون شبشون برسه اینقدر زدنش تا کشته شد همونجا تو خیابون جلو چش عادت کرده ی مردم. گیرم بادوم هندی رو بدون ثبت بار داشت میبرد بفروشه. این قاچاقچیه، این قاچاقچی بود یا فرمانده های سپاه که مواد مخدر از افغانستان وارد میکنن تون تون و مردم رو بدبختر میکنن، جوان ها رو معتاد میکنن. این بیچاره قاچاقچی بود یا دختر وزیر آموزش پرورش قاچاقچیه که قاچاق لباس میکنه. حالا وزیر سابق آموزش پرورش تو دولت یازدهم قاچاق لباس میکنه، دخترش احتکار میکنه، باباش هم زیر سایه رهبر معظم زندگی میکنه. ما الان شاهد حجم بالا و وسیع از قاچاق کالا هستیم که خب حالا طبق اظهار دولت 15 میلیارد دلار در سال هست. خب این از کجا داره وارد میشه؟ اینها از مواد رسمی داره میاد. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر 1 میلیارد دلار قاچاق 100 هزار فرصت شغلی را از بین میبرد. به بنده گزارش دادن که از فلان بندر، یه بندر مشخصی، در روزی مثلا 3000 تا 5000 کانتینر وارد کشور میشه. از مجموع این 3000 یا 5000 150 کانتینر فقط بازدید میشود. از جمله همون خودروهایی بود که 6481 خودرو بود که وارد شد. عدس و مگس نیست خودرو که داره وارد کشور میشه. آش انقدر شوره که خانم با خبر شد. کیا 15 میلیارد دلار جنس قاچاق وارد مملکت میکنن و شما میدونین؟ اون وقت یه دست فروش رو به عنوان قاچاقچی میگیرین تو خیابون میکشین. چه کردین با این همه کلاهبردار کلون که جنساشون قاچاق از مبادی رسمی از گمرک وارد میکنن و تو انبار احتکار میکنن تا موقع اوج گرونی اون جنس بریزنش تو بازار؟ با سلام خدمت ملت شهیر پرور. شکری که میبینید تاریخش دو تولید 2011 و انقضاش 2013 از کشور تایلند وارد ایران شده، حدودا 6 سال پیش. الان 2018 هستیم، داریم میریم تو 2019. 6 سال تو انبارا خوابیده بوده، اونطور که میبینید پر از خاک و کثیفی و هزاران مشکل دیگه، و اینطوری تخلیه میشه، رو زمین ریخته میشه. اول جلو رو زمین ریخته میشه، اینطوری رو زمین ریخته میشه و کارخونه انبار میشه. همینطور که میبینید از کارگر کارخونه که سوال کردم میگفت به هر 100 کیلو از این شکره 5 کیلو آهک میزنن. 5 کیلو آهک و یه ماده به نام دی تد که در تاید و مواد شوینده استفاده میشه. این DDT مرگ موشه در واقع. اینا که قاتل مردمن مجرمن، یا اون دست فروشی که کل فروشش توی ماه به زور به 500-600 هزار تومن برسه. دختر نعمتزاده وزیر دولت یازدهم که احتکار دارو میکنه، اونم داروهای تاریخ مصرف گذشته، تا وقتی واردات دارو کم شد بریزه تو بازار، اون قاتل و مجرمه، یا اون دستفروش بیچاره که همه جانش و مایه میذاره تا وانت یا چرخ دستیش رو نبرن یا 4 کیلو میوهش رو له نکنن. داری جلو کرمینه بریم، نه نه مردم هم پاسه بیمونه.
مامور حکومت مثل گاو میشه بی ترمز حمله میکنه به دست فروش بیچاره میبایله شده. خیلی جاها چشمای مردم عادت کرده، دیدین دیگه، نگاه میکردن، عادت کرده به این جنایت ها. حالا بعضی جاها هم انصافا نمیتونن دخالت نکنن. ببینیم اولیه دیگر میدون سرخواجه گرگان دم اون مردم گرد که اومدن دست فروش های بیچاره را چنگ مامورو نجات دادن و اینا معلوم نبود چه بلایی سرشون بیاد. کل بساط این جوون دست فروش چقدره که اگه مقاومت کنه چنان صحنه جنگی را میفته که انگار ببینیم دیگه. ببینیم ببینین. داشتم نگاه میکردم میدم 10 تا فیلم دیگه هست در همین زمینه، چه فایده که پخش بکنیم دیگه؟ مشت نمونه خرباره دیگه، تمام جونشو به کار میگیره برای جلوگیری از بردن چرخ کهنش. جای این چرخ دستی یکی از اون خودروهای میلیاردی که وارد کشور میکنین میتونست باشه که مامورای حکومت عدل علی به عنوان جنس قاچاق ببرنش، توقیفش کنن و پولشو بین مردم توزیع کنن. آخه این آدم های شریف و زحمت کش مگه چی میفروشن؟ چه ضرری به حال مملکت دارن که شما اینقدر بیرحمانه تار و مارشون میکنین؟ چرا یه بار نشده؟ چرا یه بار نشده؟ آخه کلاتون و عمامتون رو قاضی کنین. چرا یه بار نشده که ماموراتون بریزن رو سر و کله بساط فروشا، مردم از ماموراتون حمایت کنن؟ چرا چاه خودتون رو با این وحشی بازی های خیابونی میکنین؟ با این بیکاری که فقط تقصیر شماست، مردم که سیاست گذاری نکردن نمیکنن، فقط تقصیر شماست این بیکاری، با این بیکاری گرونی که فقط تقصیر شماست، چرا نمیذارین مردم لااقل نون شبشون رو در بیارن؟ خودتون میگین، آمار خودتونه که 1 میلیون دست فروش داریم تو مملکت که قطعا خیلی بیشتر از ایناست. هر خانواده دست فروش متوسط 4 نفر بگیریم، 4 میلیون آدم نگاهشون به دره که ناناورشون شب یه تیکه نون از راه دست فروشی بیاره خونه. چه خواهند کرد همین 4-5 میلیون گرسنه زخم خورده با شما؟ چی گذاشتین واسه مردم؟ 40 سال به قول خودتون زیر سایه امام زمان حکومت کردین، فشار به مردم رو اینقدر زیاد کردین که تعداد خودکشی ها تو مملکت امام زمان نصف کل تعداد خودکشی ها در سراسر دنیاست. از هر 2 نفری که تو دنیا خودکشی میکنه، یکیش تو ایران خودکشی میکنه.
کی باورش میشه این حد جنایت علیه یک کشور به دست حکومت همون کشور؟ اینا دیگه در ایران از هر 100,000 نفر 6 نفر خودکشی میکنن. اینا ما رسمی جمهوری اسلامیه. تو مابقی کشورهای جهان در مجموع از هر 100,000 نفر 12 نفر خودکشی میکنن. اگه بتونیم یه بار دیگه نشون بدیم اینو که اینقدر باور نکردنی این آمار که کسی نگه من دارم از خودم میگم. از هر 100,000 نفر در جهان 12 نفر خودکشی میکنن. در ایران از هر 100,000 نفر 6 نفر خودکشی میکنن. ایران 80 میلیون جمعیت داره. 192 کشور دیگه عضو سازمان ملل حدود 7 میلیارد جمعیت دارن. نصف خودکشی های جهان 7 میلیارد نفری در ایران 80 میلیونی اتفاق میفته. مملکتی که به قول اون نماینده مجلس تاجگردون 8 میلیون تحصیل کرده یه بیکار داره، از هر 2 نفر دست فروش تو تهران 1 نفر تحصیل کرده دانشگاهه، اونم توی همچین جو پلیسی بیرحمانه. معلومه که به کجا داره میره این مملکت. بریم قسمت بعد برنامه. خب ببینید، ما برنامه‌ای داشتیم درباره سینما رکس، چند برنامه البته، و حدود 20 روز یک ماه پیش برنامه دیگری داشتیم. در این فاصله، یعنی بعد از پخش اون برنامه، آقای حسین دهباشی در رشته گفتگوهاش که تاریخ آنلاین منتشر میکنه گفتگوی کرد با آقای محسن صفائی فراهانی. محسن صفائی فراهانی عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی جبهه مشارکت ایران اسلامی، از اول انقلاب ایشون تو مسئولیت ارشد اجرایی کشور بوده، در دولت میرحسین موسوی معاون وزیر بود، بعد تو دولت‌های بعدی قائم مقام وزارت صنایع و مشاور ارشد وزارت نیرو، بعد نماینده مجلس در مجلس ششم و رئیس فدراسیون فوتبال و مسئولیت‌های دیگر. آدمی است که هم بین اصلاح طلبا و هم به اصطلاح اصولگراها چهره موجهی است. به هر حال ایشون در گفتگو با در پاسخ به سوالای حسین دهباشی تأیید میکنه که اونایی که سینما رکس رو قبل از انقلاب 57 آتیش زدن و صدها نفر رو تو کوره آدم سوزی سینما رکس زغال کردن از خودمون بودن، اونایی که آتیش زدن و بعد از انقلاب شدن نماینده مجلس. ایشون میگه تو 40 سال گذشته این اولین باره که یکی از مسئولان جمهوری اسلامی، یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این حقیقت به طور علنی اعتراف میکنه. آقای دهباشی، حسین دهباشی که داره گفتگو میکنه، تو این گفتگو میگه که آیا دلیل آتیش زدن سینما رکس این بود که بندازن گردن حکومت، منظورش حکومت شاهه، چون این اتفاق در زمان در قبل از انقلاب اتفاق افتاد. این چون آقای دهباشی نمیگه که بندازن گردن شاه یا بندازن گردن ساواک یا بندازن فلان، میگه گردن حکومت. من اینو گفتم فقط که منظور از حکومت در صحبت که الان میشنوید در سوال آقای حسین دهباشی، منظور حکومت قبل از انقلابه. گفتم یهو قاطی نشه. ببین آقای مهندس، ما که میدونیم الان دیگه کیا سینما رکس رو آتیش زدن، برای چی آتیش زدن؟ خود خودشون سوال کرد. نه واقعا میخواستن یه چیز بیندن گردن حکومت یا واقعا چیزی با سینما مشکل داشتن؟ نمیدید، باز من یه مثال خدمتتون بزنم. آقای یزدی تو خاطراتش یه تیکه‌ای میگه راجبه این که قبل از پیروزی انقلاب یکی از روزنامه‌های انگلیسی، نمیدونم خوندی یا نه،
این تیکش را خاطرات حضور ذهن ندارم. میگه یکی از روزنامه‌های انگلیسی تیتر زد، اگه اشتباه نکنم، پیروزی نادانی بر ظلم. آه بله، جهل بر ظلم. جهل بر ظلم. بله. فهمیدی؟ انقلاب پیروزی جهل بر ظلم بود. خب، ببینید، آقای یزدی خودش میگه تو من اون موقع که اینو خوندم خیلی ناراحت شدم. بعد که اومدم ایران و بعد انقلاب پیروز شد و مراحل گذشت، یواش یواش بنویسم که اون چرا اون موقع خوب دیده بود من ندیده بودم. ببینین آن چی که الان هم داره سر کشور میاد همونه. واقعا من به عنوان کسی که 40 سال بعد از انقلاب حضور دارم و تو دولت مهندس موسوی قائم مقام وزیر بودم، تو دولت آقای هاشمی مسئول بودم، تو دولت آقای خاتمی مسئول بودم، من به نماینده مجلس بودم و واقعا من میگم که من خودم هم این آقای یزدی هم. ببینید آقای مهندس، اینا پرسه بعد از انقلاب. باشه میفهمم. من دارم میگم که سینما رکس با هر معیار یک جنایته. همون آدم ها بعدم کجا اومدن؟ نماینده مجلس شد. همون شد رفت. یکی از این آدمایی که صحبت شد نماینده مجلس شدن و جنایت سینما رکس رو مرتکب شده بودند آقای محمد رشیدیان بود، از معدود کسایی که آخوند نبود، همینطور که میبینین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی شد. یعنی این آدم در تصویب قانون اساسی دست داشته، همین قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته شد و الان دست بنده و جناب عالیه. یعنی کسی که پای اصلی برنامه ریزی برای سوزوندن صدها مطلقاً بیگناه تو کوره آدم سوزی سینما رکس بوده، قانون اساسی برای این نظام مقدس تصویب کرده، نظر داده درباره بند بندش و تا مجلس ششم، یعنی تا سال 1383 که مجلس ششم تموم شد، یعنی تا 25 سال بعد از اون آدم سوزی نماینده مجلس شورای اسلامی این نظام بوده. ببینید رو چی بنده این نظام. خب دادگاهی تشکیل شد بعد از انقلاب سال 59، رئیسش حضرت آیت الله موسوی تبریزی بود. وقتی صفوی فراهانی معاون وزیر در بعد از انقلاب میدونه که کیا آتیش زدن سینما رکسو، موسوی تبریزی که دادستان کل انقلاب در دوره خمینی بود نمیدونه، قطعا خیلی زودتر از صفوی فراهانی میدونست. رئیس دادگاه بود موسوی تبریزی، 20 چند نفر رو کشید دادگاه، حکم داد که 6 نفرشون اعدام بشن، 4 تا حکم اعدام غیابی که تو دادگاه نبودن، 15 تا زندان و 5 تا تبرئه. همه دارایی افرادی هم که اعدام شدن یا براشون حکم اعدام غیابی صادر شد مصادره شد، خانواده هاشون هم در به در شدن. مسئولان این حکومتی که یکی یکی دارن اعتراف میکنن که خودشون این کارو کردن، به این افراد اعدام شده یا فرار کرده از مملکت فقط به دلیل اینکه اسمشون تو اون پرونده اومده، پرونده ساختگی، چه جوابی دارن بدن؟ خانواده هایی که عزیزانشون تو کوره آدمسوزی سینما رکس سوزونده شدن تا بگن شاه جنایت کرده، اون خانواده ها چجوری باید مجازات شما رو ببینن آقایون؟ من نمیدونم چند نفرتون دقیقا تو جریان آتش سوزی سینما رکس بودین، تو برنامه ریزیش، تو اقدامش. امیدوارم یه دادگاه واقعی این قضایا رو روشن بکنه. نمیدونم چند نفرتون در این جنایت مستقیم دست داشتین، ولی ثابت شده که 4 نفرتون برنامه ریزی کردین، 2-3 تا لاتولوت هم به کار گرفتین، یه کوره آدم سوزی درست کردین به اسم سینما رکس، صدها زن و بچه و پیر و جوون اون تو انداختین. توی برنامه اینا رو گفتیم، بذارین یه مرور کوتاهی بکنیم. آیت الله سید حسین موسوی تبریزی
که هنوز نمرده، الان هست، دبیر مجمع محققون و مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس خانه احزاب جمهوری اسلامی و دادستان کل انقلاب در زمان خمینی بود. این رئیس دادگاه بود، رئیس همین دادگاهی که دیدین به اصطلاح. غلام حسین جمی حجت الاسلام سردفتر ازدواج شماره 45 آبادان بود دهه 40، همزمان میشه امام جماعت مسجد دشتستانی ها، نزدیکای انقلاب، یکی از جایی که سخنرانی میکرد حسینی اسپانیا بود تو آبادان، نماینده امام خمینی و امام جمعه شهر آبادان بود. غلام حسین جمی در دی ماه 87 در سن 87 سالگی مرد متاسفانه و نشد که اینا رو بشنوه و یکی بره ازش جواب بگیره. محمد رشیدیان زاده 1317 بهبهان، نماینده مجلس شورای اول، دوم، سوم و ششم، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هم بود از خوزستان، سال 92 مرد. محمد رشیدیان در طرح و برنامه ریزی این جنایت از عوامل اصلی بوده، هیچگاه در جلسه دادگاه حاضر نشد و موسوی تبریزی رئیس دادگاه گفت چون آقای رشیدیان به کار مهمی مشغول است ما تلفنی از او سوالاتی کردیم و اگر لازم شد از او دعوت میکنیم. محمد کیاوش زاده 1309 اهواز، نماینده دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان، اسمش قبل از انقلاب سید محمد عربی بود و مدتی هم از رادیو آبادان برنامه مذهبی اجرا میکرد، اسمشو به کیاوش تغییر داده بود. در جریان انفجار حزب جمهوری اسلامی در تیر 60 قسمت زیادی از بدنش سوخت و شد جانباز 70%. اخیراً اسمشو به محمد علوی تبار تغییر داده و ظاهراً هنوز زنده است. اینم من اون جانباز 70% بعد از اون جنایتی که کرده هنوز زنده است. تا یک سال و نیم بعد از انقلاب به هیچ وجه مسئولان جمهوری اسلامی نمیخواستن دادگاه سینما رکس برگزار بشه. از جناب سرهنگ بیاد بشنویم در برنامه که داشتیم. مردم آبادان وقتی میبینن که این دادگاه تشکیل نمیشه، 400 نفر از مردم آبادان میرن داخل اداره دارایی آبادان که ساختمانیست بین سینما رکس و شهربانی آبادان، تحسن میکنن. در اونجا مأمورین کمیته میان این مردم را با چوب و باتون بیرون کنن، بیرون نمیرن، آب به زیرشون باز میکنن که نتونن بشینن. ملوث دو ماه این مردم در آنجا میشینن. بعد از اینکه این دو ماه میشینن اتفاق میفته. یه شب من بعد از ظهر در منزل هستم، تلفنم زنگ میزنه، تلفن را برمیدارم از آبادان، یکی از افسران شهربانی آبادان، میگه فلانی مواظب خودت باش، فردا با این شماره تلفنی که من میگم تماس بگیر. سال 59 این که میگم در حدود اواخر تیر 59. خب من فردا تلفن تماس میگیرم، میگه که دیروز، قبل از این معترضه بگم، ما یک نفر نفوذی در داخل انقلابیون داشتیم قبل از انقلاب. این آدم برای اینکه ما این لوش ندیم بعد از اینکه انقلاب پیروز شده، باز اخبار داخل کمیته ها را می آورد به شهربانی میداد. همان شخص میاد شهربانی که در واقع به شماها که مال افسر شهربانی قبل از انقلاب مونده بودن، بله، همان افسر مونده بودن در آبادان. صحیح بله بله. مخصوصا اون افسری که با این شخص در تماس بود، من نمیخوام اسمش رو ببرم، بله بله، چون این افسر که مونده بود اون با اون شخص ارتباط مستقیم داشت، اومده میگه که دیروز جلسه ای در همان کمیته 48 تشکیل شده، تمام سران کمیته به اصطلاح انقلاب آبادان در اونجا حضور داشتن، گفتن حالا که این مردم حاضر نیستن دست بردارن، ما هم عده ای از سران وقت سینما رکس آبادان را میگیریم میاریم اینجا اعدام میکنیم تا قضیه خاموش بشه. شما نفر سوم لیست هستی، مراقب خودتون باشید. این شد که اینا مجبور شدن چکار کنن؟ دادگاه را تشکیل بدن. البته جناب سرهنگ بیاد طبق لیست اعدامی هایی که منتشر شد، لیست اعدام های غیابی، ایشون نفر چهارم هن فکر میکنم داشته باشیم، بله، یک علی اصغر ودیعی، دو سرتیپ رضا رزمی، سه سرهنگ محمد علی امینی، چهار سرهنگ اردشیر بیات رئیس پلیس آبادان، که بعد از اینکه اون فرد خبر میده به ایشون، از همون زمان کشور رو ترک میکنن علی رغم خواستشون و هرچی هم تو ایران داشتن مصادره شد و
40 ساله که به در واقع تبعید اجباری آمدن. این یک نمونه است که موسوی تبریزی صرفاً با اتهام ساختگی دست داشتن در آتش سوزی سینما رکس و نه هیچ جرم دیگه ای حکم اعدام داده. به هر حال همون موقع سرهنگ برایت از کشور مخفیانه خارج میشه و دیگه هم نمیتونه برگرده به ایران. حالا بعد از صحبتایی که از صفایی فراهانی منتشر شده، الان لطمه خوردگان از اون جنایت، از اون فاجعه چجوری میتونن، در واقع لطمه خوردگان از دروغ تاریخی دادگاه سینما رکس چجوری میتونن دنبال کنن پرونده رو؟ آیا اصلا میتونن دنبال دادخواهی باشن و برگزاری دادگاهی دیگر و مجازات مجرمان؟ برای مثال آیا مشخص ظرفیت دستگاه قضایی ایران، منظورم همون ظرفیت اسمیشه، همون چیزی که نوشته شده دربارش، آیا ظرفیتش انقدر هست که دادخواهی سرهنگ بیات رو پیگیری بکنه؟ آقای دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. با سلام خدمت شما و بینندگانتون. از کنم در علم حقوق ما یک قاعده داریم به اسم اعتبار امر محکومان به ها، یعنی یک قضیه وقتی دادگستری بهش رسیدگی کرد و حکمی صادر کرد و اون حکم قطعیت پیدا کرد، دیگه نمیشه راجع به اون موضوع مجددا رسیدگی کرد به راز اینکه اون مختومه شده. اعتبار امر محکومان با حکم در اون مورد صادر شده. اما قصه پرغصه سینما رکس آبادان در واقع در ظرف 40 سال گذشته هم کسی رو قانع نکرد که اون رسیدگی کافی بود. یک آتش زیر خاکستری مانده. بیش از 600 نفر از مردم مظلوم آبادان در یک شرایط سختی که سوزانده شدن در این که عمدی بود خب بحث نداشتن و جامعه هم قانع نشد و شخصی هم که عنوان کرده آقای مهندس صفایی فراهانی شخصیت ممتازی است، شخصیت استثنایی است، در بین اصلاح طلبا یکی از معتدلترین و اصولی ترینه. در هر جایی بوده از مدیران موفق، چه در ورزش، چه در مجلس، چه در وزارت خونه‌های خاص. گفته ایشون هم نمیتونه بی سند باشه. در جایگاه آقای صفایی فراهانی بودن با اون پشتوانه و اون سابقه ایشون نمیتونه حرف بی پایه و اساسی رو بزنه. لابد ادله و اسنادی داره. اگر این ادله و اسناد مثبت ادعایی باشد، خواه این که نسبت به افراد شناخته شده یا افراد دیگری، اگر اینا در محکمه ثابت بشود و پرونده طرح بشه، آمدن ادله جدید، ما داریم در موارد از اعاده دادرسی اگر فردی به حکم قتل محاکمه بشه و محکوم بشه و بعداً قاتل پیدا بشه، خب از مورد اعاده دادرسی. این از مواردی است که میشود به شرطی که آنچه که آقای مهندس صفایی فراهانی گفتن در یک مرجعی اثبات بشه. عرض کردم واقعی سینما رکس آبادان نتوانست نوع رسیدگی به اون از خانه ساده مردم، از خانه پیچیده یا از خانه قضایی و یا افراد نظایی صفایی فراهانی جای خود، حتی ذهن ساده مردم رو نتونست قانع کنه و این داغ تا همچنان باقی مونده. حالا اگر خروجی این مسئله به نتیجه رسید، چه کاری جناب سرهنگ بیات میتواند بکنند؟ ببینید، ما در قانون اساسی اصل 173 داریم، اگر هرگاه بر اثر تقصیر یا قصور قاضی ضرر و خسارتی به کسی وارد بشه، اگر قاضی مقصر باشه قاضی باید جبران خسارت بکنه، اگر تقصیر نباشه قصوری باشد از خزانه بیت المال باید پرداخت بشه. از کردم شرط اول اثبات این مسئله است و من بر این باورم به هر حال یک روزی باید مجددن پرونده سینما رکس آبادان در یک فضایی مناسبتر با ادله محکمتر و افرادی که به هر حال آنچه که آقای مهندس صفایی فراهانی گفته و یقینا ادله و مستنداتی داره دوباره از نو رسیدگی بشه تا جامعه قانع بشه
شود کسانی که چنین جنایت هولناکی رو انجام دادن به سزای اعمالشون برسن یا حداقل در تاریخ ثبت بشه که کسانی مقصر بودن. ممنونم آقای دکتر. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. پرده آخر خیلی کوتاهه ولی بسیار نافذ. بله، در صفحه 28 از کتابی که میخوام امروز به دوستان معرفی کنم و بخشی از سوالات امروزشون رو هم جواب میده، این هستش که ازدواج دختری سر نمیگیرد و به اصطلاح بختش باز نمیشود و از شما راهنمایی میخواهد. ایشون جواب دادن که نماز جعفر طیار علیه السلام بخواند. شب و روزگار خوش.